دوم قرنتیان فصل 5. زیرا ما می دانیم هرگاه این خیمه‌ای که در آن به سر می بریم، یعنی این بدن زمینی ما فرو ریزد، خدا عمارت ابدی که به دست انسان ساخته نشده در آسمان برای ما فراهم می کند. ما در اینجا برای پناه بردن به خانه آسمانی خود دائما در آه و ناله هستیم تا در پناه آن پوشش آسمانی دیگر برهنه نباشیم. تا زمانی که در این خیمه به سر میبریم، در زیر بارهای سنگین ناله و فغان میکنیم. ما نه تنها نمیخواهیم خیمه فعلی خود را از دست بدهیم، بلکه میخواهیم پوشش آسمانی بر آن بیفزاییم تا آخر زندگی فانی ما در حیات غرق شود. خدا ما را برای همین مقصد آماده ساخته است و روح القدس خود را به عنوان ضامن اجرا و نمونه چیزهایی که در انتظار ماست به ما عطا فرموده است. پس ما هیچ وقت ناامید نمی شویم، زیرا می دانیم که اقامت در این بدن به معنی دوری از حضور خداوند است. راهنمای ما در زندگی ایمان ماست، نه آنچه می بینیم. پس ناامید نمی شویم، چون ترجیح می دهیم که این خانه زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانه آسمانی زندگی نماییم. بنابراین چی در اینجا باشیم و چی در آنجا، فقط یک هدف داریم و آن هم این است که او را خوشنود سازیم. زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بیستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم، چی نیک و چی بد، جزا بیابیم. پس چون ما می دانیم که معنای ترس از خداوند چیست، کوشش می کنیم که مردم را متقاعد سازیم. خدا ما را کاملا می شناسد و من نیز امیدوارم که شما در دلهایتان ما را خوب بشناسید. ما نمی خواهیم باز از خود تعریف کنیم، بلکه می خواهیم دلیلی به شما بدهیم که به ما افتخار کنید تا بتوانید به کسانی که به ظاهر یک شخص فخر می کنند و نه به باطن او جواب بدهید. اگر ما عقل خود را از دست داده ایم، به خاطر خداست، و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست. زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست، چون می دانیم اگر یک نفر به خاطر همه انسانها مرد، یقین است که همه در مرگ او مردند. آره، او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. دیگر ما درباره هیچ کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمی کنیم، گرچه زمان ما چنین قضاوتی درباره مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم. کسی که در مسیح است خلقت نو است. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک همه چیز نو شده است. اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل کرده است و ما را وظیفه داد که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. به عبارت دیگر، خدا به جای این که گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با دنیا آشتی نمود و پیام این آشتی را به ما سپرده است. پس ما سفیران از جانب مسیح هستیم و گویی خدا با وسیله ما شما را میخواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس میکنیم، با خدا صلح و آشتی کنید. مسیح کاملا بیگناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را گناه ساخت تا ما در پیوستگی با او عدالت خدا شویم.